سلام، بیننده برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی هستید. من باهره یزدان‌پناه به همراهی همکارانم با شما هستیم. پنجشنبه دوم دسامبر 47مین دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد با دفاعیات حمید نوری برگزار شد. او در دفاعیات خود ادعا کرد که خاورانی وجود نداشته. در 24مین و 20مین جلسه دادگاه حمید نوری، جناب حسن گلزاری از جان به در بردگان سال 67 به عنوان شاهد و شاکی در دادگاه حضور یافت. حسن گلزاری از کانادا و از طریق تماس تصویری در جلسه حاضر بود و پلیس کانادا هم او را همراهی میکرد. او در جلسه دادگاه درباره تجربه زندان رفتن در دهه 60 و مواجهه با حمید نوری توضیحاتی ارائه داد. در این خصوص صحبتی داریم با جناب حسن گلزاری، زندانی سیاسی دهه 60 و فعال کارگری. ضمن سلام و خوش آمد به میهمان برنامه. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. منم سلام دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیزتون و ممنونم از زحماتتون. جناب حسن گلزاری، به عنوان اولین سوال میخوام بدونم که شما چندی پیش در دادگاه حمید نوری شهادت دادید. اگر ممکنه کمی در مورد شهادتتون برای ما بگید. خب حدوداً 2 سال پیش که حمید عباسی، در حقیقت ما حمید عباسی میشناختیم، دستگیر شد. دادستان سوئد و پلیس سوئد با بچه‌هایی که داخل زندان بودن تماس گرفتن و ساعت‌های متمادی ما برار از ما تحقیقات کردن راجع به این فرد تا رسید به قضیه دادگاهش که بودن چند ماهی پیش شروع شد، که منم بودن نفر بودم 25-26 نفر بودم که از طریق هم کانادا از طریق ویدیو به اصطلاح بس شدم داخل دادگاه و بودن 2 روز طول کشید و سوالاتی که مشخصا از خود من میشد بیشتر راجع به سال 67 نه دهه 60. و خب ما سعی میکردیم که به قول معروف دقیقا سوالات اونا رو جواب بدیم، که شما آیا این فرد رو دیده بودین، آیا که خب خود مشخصا راجع به خود من، اصلا خود حمید عباسی بود اومد، که البته به قول معروف رئیس چند تا با این پاسدارا اومدن که من رو همراه با 20 نفر از دوستانم صدا زدم و بردن جلوی دادگاهی که با 2-3 تا سوال به هر حال هشدار انجام میدادن و من خودم به چشم دیده بودم حمید عباسی نه یک بار، 10 بار داخل زندان بود از سال 64 به بعد که من خودم به هر حال باهاش مواجه میشدم تو اتاقهای گاز و چیزایی که کاملا من مشاهده کرده بودم به چشم خودم دیده بودم نداشته این دارا از حمید عباسی که در اختیار دادگاه قرار داد. بله، ممنون از توضیحاتتون. حمید نوری در روزهای اولیه تأکید بر این داشته چیزهایی رو برای بار اول میخواد افشا بکنه که تا به حال جایی نگفته. نظرتون در مورد اینکه هدف از این صحبت چی بوده؟ آیا طرف صحبت جمهوری اسلامی بوده یا اینکه میتونیم بگیم که حکومت رو به نوعی تهدید میکنه که برای نجاتش اقدامی بکنن؟ من اینجوری فکر نمی کنم که بخواد حکومت رو تهدید کنه. چه قصدی نداره. حمید عباسی خیلی ته نگاهش اینه که خب آدم میلیاردری، همونجور که خودش همین دیروز هم اشاره کرد، از حالا گفت راننده ولی متناقض بود صحبتش. گفتش که بزرگترین سنگ آهن ایران رو ما داریم. من و با دوستم به اصطلاح که منم با ایشون دارم همکاری می‌کنم. آدم پولدار یا جمهوری اسلامی هم که آدم ها اینجور رو حمایت میکنه، فکر میکنه که بعد از اینکه حکم گرفت میتونه مبادله بشه، حالا 3-4 سال میمونه زنده، یه همچین تصوری داره. ولی اونجایی که راجع به این قضیه اشاره میکنه که میخوام رازهای بزرگی رو، داره با دادگاه بازی میکنه. ببینید خود قاضی دادگاه وکلا همش سوئدی، ما که ایرانی این واژگانی که انتخاب میشد، صحبت ها، ادبیاتی که استفاده میشه، شوخیایی که میکنه، لحن صداش بالا، ما میفهمیم این دنبال چه چیزی هست، دنبال بازی دادن قاضیه، دنبال بازی دادن دادستان، دنبال وقت تلف کردن، این که رازهای بسیار مهمی، چه رازهایی رو مشخص کرده، اصلا راجع به اون جنایت دهه 60 که ده ها هزار نفر رو بیگناه
در عرض 5 دقیقه سوال جوابی که میکردن میبردن اعدام میکردن تا 2 ماه 3 ماه شب و روز اینا رو شکنجه میکردن. کدوم یک از این واقعیت های زندانه که خود این تو رأس تموم این جنایت ها بوده اونجا بخواد بازگو بکنه؟ هیچ کدوم از این کارها رو نکرده. از این بعد بلوف میزنه، میگه که من میخوام رازهای بزرگی رو بگم، همه آدم ها منتظر میشن که میخواد چی بگه. یهو برمیگرده میگه که ببینید اون حمید عباسی که اینا میگن 4 تا ما همینن، آخه این شد راز بزرگ. به اونجایی که میگه که او اینایی که میگن لونگ میبستن توی چشماشون، اصلا غیر مستقیم توهین به تموم بچه های زندان هم داره میکنه. و واقعا به زور به ما میدادن اون لونگ ها رو میبستیم. میگه این لونگ های بزرگ، آقای رئیس دادگاه میخوام به شما برای اولین بار فاش بکنم که این لونگ منظور لونگ حمام است، ما این بی احترامی ها رو نمیکنیم. یعنی مدام داره بازی میده، مدام تمسخره. اصلا خود اگر این قاضی، من تمام فکرم وقت دادگاه این آدم رو گوش میکنم میگم کاش اینا ایرانی بودن. باور کنید در عرض همون 1 ساعت اول من مطمئنم این آدم رو به هزاران با حکم ابد باید محکومش میکردم، چون تماما بازیه، تماما تمسخره، تماما جهل واقعیات و کشتار اون دهیش هست که ده ها هزار نفر رو بیگناه گرفتن. بله ممنون. خب ازتون بپرسم که نظرتون در مورد دفاعیات خود حمید نوری که کلن خاوران شد، در حالی که حتی منتظری رئیسی هم منکر خاوران نشده بودن و حتی خود رئیسی میگفت باید به ما پاداش داده بشه در این زمینه، و سایر دفاعیات حمید نوری چی هست و اینکه سرنوشت دادگاه رو با این دفاعیاتی که حمید نوری از خودش میکنه چگونه میبینید؟ ببینید دو تا موضوعه، اینکه خود آقای رئیسی جای گرم و نرمی نشسته ولی آقای حمید عباسی جلوی دادگاه بین‌المللی قراره برای چطور صادر بشه. ایشون داره تکذیب میکنه همه چی رو، آقای رئیسی که جای گرم و نرمی نشسته داره قبول میکنه. ولی اینم به یاد داشته باشیم که الان شما چی صحبت میکردین داشتم فکر میکردم، رئیسی هم مشخص اشاره نکرد گفته باید به ما گفته که کشتار و اینا، ولی همونجور که حمید عباسی اسم کشتارش از طرف میاد زود وصلش میکنه به جبه ها نه داخل زندان ها، رئیسی هم مشخص به زندان ها اشاره نکرد. میخوام بگم اونجایی که اینا خط قرمزهای خود رژیمه، هیچ جای مستقیم به جنایت هایی که صورت دادن اشاره نمی کنن، فقط اشاره میکنن راجع به کشتار دهیچست که میگن اینا مسلح بودن، خب اینا ما رو میکشتن ما هم اینا رو میکشتیم، که تماما دروغه. یعنی اون تاریخی که ما خودمون زیستیم به چشم شاهد بودیم، میدونیم از لحظه ورود خمینی تمام تا ادامهش پیدا کرد به طور سیستماتیک شکنجه های دهیش هست و کشتار های ده هزار نفره که کل اون بچه هایی که اون زمان نزدیک به 100 هزار نفر حالا طبق آماری که ما داریم اعدام شده، مگه چند نفر از این 100 هزار نفر واقعا مسلح بودن؟ اگه 100 هزار نفر همه مسلح بودن که یک روزه که تهران سقوط میکرد، 100 هزار تا آدم کمه، میلیشیا، گروه های چپ، گروه های کمونیست، گروه های مجاهدین، اینا همش دروغه. 1% اون آدم ها مسلح بودن، 99% فقط به خاطر اینکه مجله فروخته بودن یا ظاهرا دفاع میکردن از گروه های کمونیستی یا گروه های چپ برداشتن خود اون کشتار بزرگ صورت دادن. میخوام بگم اینا اونجایی که میرسه به اون جنایت های پنهان خودشون که پنهان از نظر دادگاه های بین المللی و تو افکار عمومی راست میشه، چون اون دوران یه دوران سکوت و فریب و تبلیغات بسیار وسیع بود که توسط حکومت صورت میگرفت و انسان ها خبر نداشتن پشتون داره درهای بسته زندان ها چی داره میگذره. ولی خب الان به کمک میدیا، به کمک این انسان های آزادی که تو سطح جامعه دارن فعالیت میکنن، یه بخش 1% اون حقایق و اون جنایت ها داره رو میشه. و به خاطر همین اینکه به کجا میکشه سرنوشت این دادگاه، واقعیتش من اینو جای دیگه هم گفتم، اگه یک درصد یک میلیونیوم حقیقتی تو این دنیا باشه، قطعا باید با محکومیت این آدم که به نظر من نماد تمام کمال جمهوری اسلامی باید مواجه بشه و ختم بشه این دادگاه. ولی آیا ما خواهیم دید یک بار این عدالت تو این دنیا؟ من نمیدونم، منم مثل شما منتظرم. بله ممنون. خیلی کوتاه برای ما بگید، چون ما میدونیم که در آبان تریبونال هم
حضور داشتی. دادگاهی که البته به رسمیت دادگاه حمید نوری نبود، ولی آیا میشه امید داشت که این دادگاهی هم که در آبان تریبونال تشکیل شد مثل دادگاه حمید نوری برگزار بشه؟ ببینید، دادگاه حمید عباسی همونجور که مطلعید یکی از مبانی ارجاع این پرونده که بتونه سند بیارن برای محکومیت حمید عباسی ایران تریبونال. ایران تریبونال هم یه دادگاه فرمایشی به مفهوم اینکه رسمیت نداشته بخواد حکم صادر کنه، به این مفهوم میگن فرمایشی، ولی به طور واقعی بچه‌هایی که درگیر اون دهه 60 در حضور داشتن شهادت دادن. دادگاه آبان یه ویژگی که نسبت به ایران تریبونال داشت این بود که خود مردم از خود ایران با اینکه خطر تهدیدشون میکرد، خطر دستگیری، خطر کشتار، ولی حضور پیدا کردن با اسم و رسم و یه سری هم با سر و صورت پوشیده که بیشتر نیروهای داخل امنیتی خود جمهوری اسلامی بودن که میگفتن آقا ما به ما دستور دادن که اصلا ما تیراندازی کنیم، حتی کودکان گفتن هر کی تو خیابونه تیراندازی بکنه و ما واقعا داریم عذاب وجدان میکشیم و به این دلیل شرکت کردیم که بتونیم شاهد این دادگاه باشیم که این دستورات صادر شد و ما انجام ندادیم. اینا ویژگی هایی بود که از خود مردم ایران داخل ایران حضور داشتن و به نظر من حرکت های بسیار بسیار بزرگی بود، به این معنا که کوشش جهانی داده شد، کوشش رسانه‌ای داده شد و تک تک این حرکت ها حرکت های بسیار بسیار مفیدیه. همه کارهایی که شماها میکنین، دیگران میکنین، به قول معروف تک تک اینا جمع میشه تا بتونن این دیو هزار سر رو به قول معروف بتونن یه تکونی بدن و امیدوارم که منجر به سرنگونی میشه نهایتا. ولی قطعا حرکت های بسیار بزرگی که میتونه به هر حال مبنایی بشه برای حرکت های بعدی و رسمی تر توی دور. ممنون از شما جناب حسن گلزاری، زندانی دهه 60 و فعال کارگری. ممنونم از لطفتون، از تماستون، بسیار تشکر می‌کنم. و اما خبری درباره معدن مس سنبل. روز 13 آذر تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از عبور ناگهانی یک خودروی سنگین از میان کارگران معترض معدن مس سنبل منتشر شد. این خودرو بدون اخطار با سرعت در سرازیری به سمت جمعیت معترضان حرکت کرد، اما با واکنش سریع کارگران در اتفاقی که میتونست به یک فاجعه منتهی بشه کسی آسیب ندید. کارگران با متهم کردن کارفرمایان خود میگویند که این اتفاق عمدی بوده و هدف از آسیب وارد کردن به اعتصاب کنندگان بوده. کارفرمایان کارگران هنوز واکنشی به این اتهام نشون ندادن. کارگران از هفته پیش حتی در سرمای شدید و برف و بوران اعتصاب خود رو ادامه دادن. در روزهای گذشته مسئولان دولتی و کارفرمایان به جای پاسخگویی به خواست اونها آنتن موبایل و اینترنت رو قطع و سرویس تردد رو لغو کردن، آب شرب رو قطع و آشپزخونه رو تعطیل کردن. همراه ما باشید با همکارم افضل رضاییان و گزارش ویژه امروز. روز پنجشنبه 11 آذر ماه سال 1400 تجمع اعتراضی سراسری معلمان ایران در 71 شهر به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در حال برگزار شد که در این هفته شاهد تحولات و اتفاق‌های جدید در جنبش کارگری ایران بودیم. معلمان روز پنجشنبه در شهرهای بزرگ و کوچک ایران دست به تجمع زدند. گزارش‌های از تداوم تجمع معلمان در شهرهای قم برای روز سوم در کنار اخبار تجمع ایشان در شهرهایی مثل تهران، اصفهان، تبریز، یزد و شهرهای دیگر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این هفته همچنین شاهد تداوم یک شنبه‌های اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی فولاد اهواز و اصفهان بودیم. همچنین اعتصاب‌های کارگران ایران خودروی تبریز
منجر به تعطیلی این واحد صنعتی در شهر تبریز شد. در همین حال گسترش اعتصاب در معادن مثل سنگون و ارزقان با مشارکت 2000 نفر برای روز سوم در جریان است. کارگران پروژه پتروشیمی آپادانا نیز با اعتصابی به گستردگی 400 نفر برای 3 روز اقدام به پیوستن به اعتصابات سراسری کردند. همچنین کارگران شرکت تأمین مواد معدنی چناره چند روز این هفته را در اعتصاب به سر بردند. دست از کار کشیدن کارگران شهرداری خرمشهر و کارگران خدمات شهری کیش نیز از دیگر تحولات گزارش شده از تداوم حرکت رو به جلوی کارگران ایران است. در هفته گذشته از فعالین کارگری زندانی معلم بازنشسته نصرت بهشتی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همواره تحت فشار گذاشته شده فعالین کارگری با احکام زندان و وثیقه های سنگین را محکوم کرده است. در همین هفته اخباری از اذیت و آزار خانواده زندانیان سیاسی و فعال کارگری آرش جوهری توسط مادر او در مدیای اجتماعی پخش شد. آزار و اذیت خانواده زندانیان سیاسی نوعی از شکنجه سیستماتیک است که در جمهوری اسلامی تبدیل به یک روش و سنت شده است و ده هاست که ادامه دارد. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی با محکوم کردن هر گونه شکنجه اعلام می کند که جای فعالین کارگری زندان نیست. هفته گذشته نیز با اخبار سرکوب تجمع کشاورزان در اصفهان پشت سر گذاشته شد. اعتراضات کشاورزان را می توان به حق قسمت بزرگی از جنبش کارگری جدید ایران دانست. نگرانی از سرنوشت بازداشت شدگان این واقعه به خاطر سکوت خبری پیرامون این بازداشتی ها رو به افزایش است. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از همه افرادی که نزدیکانشان در این تجمعات دستگیر یا ناپدید شده اند درخواست می کند این سکوت خبری را پایان دهند و گزارش های خود را برای ما ارسال کنند تا با کمک هم برای حفظ جان و حقوق بازداشت شدگان زندانیان و ناپدید شدگان سرکوب تجمع های به حق مردم ایران تلاش کنیم. پنجشنبه 11 آذر 1400 فرهنگیان گیلان در تجمعی از عزیز قاسمزاده خواننده و سخنگوی کانون معلمان گیلان حمایت کردند. فرهنگیان خواستار مختومه شدن پرونده و منع تعقیب قضایی از عزیز قاسمزاده شدند. صرف بکر چیمان که مرغ کتکتا هست که سه زور فرم سه شالان آره پیشه رویش ها من حیف هم میاد در باره عزیز قاسمزاده این بلبل خوش صدای خوش الهان فرهنگیان گیلان صحبت کنم. ما همه خواهان مختوم شدن پرونده ایشان و منع تعقیبشان هستیم. به و حالا بشنویم اخباری از دو برادر عباس دریس و محسن دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98. حدود 4 ماه پیش به خانواده عباس دریس یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 به صورت شفاهی و روال غیر رسمی گفته شده بود که این شهروند محبوس در زندان ماهشهر به اعدام محکوم و به همین ترتیب محسن دریس فرزند دیگر آنها نیز توسط دادگاه به حبس ابد محکوم شدند و علارغم همه تلاش ها خانواده تا کنون قائل به رویت هیچ سند اداری نشدند. بیخبری از وضعیت پرونده، روند قضایی صدور حکم و عدم دسترسی وکلای نخست و دوم آقای دریس به پرونده او موجب افزایش نگرانی های خانواده این شهروندان شده.
بنابر گفته یک منبع مطلع، تا کنون ابلاغ کتبی در خصوص جزئیات حکم به این خانواده داده نشده. همسر عباس دریس پس از صدور حکم اعدام برای همسرش و پیگیری های بسیار بر اثر فشار وارده دچار سکته مغزی شده و 4 ماه پیش جان خود را از دست داد. فرزندان این خانواده هم اکنون نزد مادر بزرگشان زندگی می‌کنند. و اما فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر، از جان باختگان آبان 98 از احضار خود به دادگاه ماهشهر خبر داد و همچنین گفت فردا باید در دادگاه ماهشهر حضور پیدا کنم. جرم من این است که گفتم چرا مغز برادرم را متلاشی کردید؟ به چه جرمی خانه و ماشینم را آتش زدید و به کدامین گناه مرا به زندان انداختید؟ از شما عزیزان انتظار حمایت دارم. مرا در این راه تنها نگذارید. در این 2 سال به من و خانواده ام خیلی ظلم شد. هیچ کس در کشورم صدای ما نشد. از شما مردم عزیز میخوام صدای من و خانواده ام باشید. و در بخش پایانی برنامه توجه شما رو به آدرس های تماسمون جلب میکنم. منتظر پیشنهادات شما در بهتر شدن برنامه خودتون هستید. مرسی که با ما همراه بودید و تا برنامه دیگر، شب و روز در هر کجای دنیا که هستید خوش باشید.